سلام و عرض ادب دارم خدمت شما دوستان و همراهان همیشگی برنامه پرشین واز. من حمیده از تورنتو یک بار دیگه با سری برنامه های جوایز پارسی در خدمتتون هستم. مهمان امروز ما جناب آقای رضا مهدوی، هنرمند نقاش و نگارگر خوب ایرانی هستند. با ما باشید تا با این هنرمند کشورمون بیشتر و بهتر آشنا بشیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما آقای مهدوی. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. لطفا برای بیننده های ما خودتون رو بیشتر معرفی کنید و بفرمایید که اهل کجا هستید. درود به شما و سپاس دارم بابت فرصتی که در اختیار من قرار دادید که در برنامه شما حضور داشته باشم. من رضا مهدوی هستم، هنرمند نگارگری یا همون نقاشی ایرانی. خیلی ها به عنوان مینیاتوریست میشناسن. از شهر مشهد و چیزی حدود 35-6 سال هستش که کار نقاشی انجام میدم و بیشتر در حوزه تدریس و به صورت حرفه‌ای آثار نقاشی ایرانی و اینها فعالیت دارم. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. آقای مهدوی لطفا برای ما بفرمایید که چطور شد بین هنرهای مختلف شما به هنر نگارگری علاقه‌مند شدید؟ عرضم به حضورتون این که من از خب یک کسی که زمینه کار هنری داره معمولا از طفولیت اینو نشون میده که به نقاشی علاقه داره یا هر زمینه موسیقی مثلا علاقه داره. منم از بچگی نشون داده بودم که خیلی به نقاشی علاقه دارم و همیشه چیزی که منو سرگرم میکرد نقاشی بود. ولی بعدها که بزرگتر شدم و به حال پیش اساتید میرفتم تلمس میکردم اینها، اساتید من متوجه شدن که من خیلی به ریزه‌کاری و پرداختن به ظرایف علاقه دارم و به خیالی کاری علاقه دارم. بعد یکی از اساتید من مرحوم استاد قدیر سباقیان، ایشون به من توصیه کردن که رشته نگارگری رو دنبال کنم و یه سری کارها رو به من نشون دادن. اون زمان خیلی در دسترس نبود که به اصطلاح شبکه مجازی باشه، نمیدونم اینترنت و اینا باشه. تصاویری رو از جای دیگه برای من تهیه کردن نشوندن. من متوجه شدم اون زمینه که علاقه دارم کار کنم همین و دنبالش رو گرفتم. روح استادتون شاد آقای مهدوی. به هر حال خیلی هم عالی که اینجا از استادتون هم یاد بردید. آقای مهدوی چطور شد که بجز اینکه ما بگیم چطور شد که وارد این هنر شدید، نقش اطرافیانتون در پیشبرد اهدافتون چقدر مؤثر بوده؟ من زمانی که کار هنری انجام میدادم به صورت غیر حرفه‌ای، خب مسلما کسانی که با آدم در تماس هستن افراد درجه یکی خانواده هستن و تأثیر اونها خیلی مهمه، به خصوص پدر و مادر. و خوشبختانه هیچ وقت اینها مانعی که برای کارم نبودن، همیشه تشویقم میکردن و خیلی ذوق از خودشون نشون میدادن، طوری که من فکر میکردم که اگر بچه هایی تو خانواده های دیگه هم باشن و اگه هنر بخوان کار کنن، همه خانواده ها همین کار رو خواهند کرد. بعدها متوجه شدم که نه، این یک موهبتی بوده که نصیب من شده. خیلی ها توی خانواده با مخالفت های فراوانی مواجه می شدن، به خصوص پسرها رو خیلی راغب نبودن که وارد حیطه هنر بشن و مثلا یک کار زنونه یا دخترونه می دونستن، اون افکار قدیمی. ولی خب خوشبختانه خانواده من خودشون هم یک طبعی از هنر داشتن، هم پدرم هم مادرم، و خیلی تشویقم می کردن. آقای مهدوی به نظر شما هنر نگارگری یک هنر ذاتیه یا اکتسابی؟ ببینید در فراگیری هنر، حالا فرق نمی کنه که نگارگری باشه یا هنرهای دیگه باشه، ذاتی بودن اون چیزی هستش که ما ازش به عنوان استعداد یاد می کنیم. یعنی یک هوشی که به اصطلاح اون شخصی که داره دنبال اون کار میره سریعتر مطلب رو متوجه میشه، تکنیک رو میفهمه، فضا رو توی کار درک میکنه و میتونه کار بکنه. این خیلی خوبه. اگر کسی این زمینه رو داشته باشه خب خیلی عالیه. من احساس میکنم اینو داشتم. در درجه دوم اون اشتیاق هستش که بعد آدم داشته باشه که دنبال یک کاری بره.
من خب این همه سال کار کردم، هنرجوهای زیادی داشتم، متوجه شدم که بعضی ها هستن استعداد دارن ولی اشتیاق ندارن، این اصلا درک نمی کنن که چه نعمتی نصیب اینها شده که میتونن ازش استفاده بکنن و چه موهبتی از طرف خداوند به اینها داده شده. بنابراین اون اشتیاق هم وجود داره. و بعد اینکه اشتیاق داشته باشید برید فراگیری اون هنر رو داشته باشید و اینکه دنبالش بکنید و اون پشتکاره دیگه خیلی مهم میشه، یعنی خیلی خیلی پشتکار در فراگیری هنر ارزشمنده. اگر پشتکار آدم نداشته باشه، بهترین استعدادها رو هم که داشته باشه نمیتونه ازش استفاده بکنه. کما اینکه اینها رو همه رو من تجربه کردم، دوستانی داشتم، اساتیدی بودن، دیدم افرادی که خیلی خوب بودن ولی متاسفانه قدر اون استعداد خودشون رو نمیدونستن و به اون موفقیتی که باید و شاید نتونستن دست پیدا کنن. آقای مهدوی، به نظرتون تعلیم در حرفه‌ای شدن یک فرد چقدر تاثیر داره؟ اجازه بدید که اینو با یک مثال آغاز کنم. ما خیلی وقتا با افرادی مواجه میشیم که اینها وقتی که کارهاشون رو میارن ما ببینیم، مثلا میبینیم یک آقای خانم 40 ساله، 40 و چند ساله هستن و بعد میگن مثلا ما 20 سال 30 ساله داریم کار میکنیم بدون استاد، ببینید ما بدون استاد چه کار کردیم. یعنی یک جوری باعث افتخارشونه که استاد نداشته باشن. گفتم اتفاقا این افتخار نداره که شما استاد نه، حالا اگه کسی دسترسی نداشته باشه یه چیزی، ولی اگه دسترسی داری و فکر میکنید پیش استاد نری بهتره، نام یه استاد روت نیاد بهتره، این واقعا اشتباهه. من یک تکنیکی رو میخواستم یه زمانی یاد بگیرم توی نگارگری، بهش میگن قلمگیری. دوستانی که نگارگری میکنن همه میتونن قلمگیری چی هستش، با مهارت خاصی میخواد. و بعد اون زمان در مشهد اون استادی که من دنبالش بودم ایشون حضور نداشتن. چند سال طول کشید که من تجربی بفهمم که این قلمگیری رو چجوری باید انجام بدم. بعد که با این استاد من شونم ببرم روانشاد اتحاد جوادیان و کردم، ایشون هم پرسید قلمگیری چجوری انجام میدی. بعد من توضیح که دادم طول کشید، گفتم 6 ساله که دارم تلاش میکنم این موضوع رو بفهمم. گفت خب حالا قدر استاد رو دونستی، این چیزی که هنرجو 6 سال طول میکشه کار بکنه استاد رو 1 دقیقه برای توضیح میده، یعنی یه کاتالیزوره و سرعت فراگیری بسیار بالا بره و وقت هنرمند هدر نمیشه، وقتش رو صرف جلو رفتن در هنر میکنه. در واقع شاید الان من از اساتیدی که داشتم از نظر قلم خیلی بهتر کنم، طراحی های من بهتر باشه، نمیدونم تکنیک های من بهتر باشه، ولی اگر اونها نبودن من الان در این جایگاه نبودم. اونها پله شدن برای من و من پله خواهم بود برای هنرجوهای خودم. این جایگاه استاد هستش و به نظر من هنرجو باید دنبال استاد مناسب و خوب، استادی که علاقه مند به کارش و تدریسش هست باشه. بعضی ها هستن قلم خوبی دارن، کار میکنن ولی معلم خوبی نیستن، نمیتونن مطلب رو منتقل بکنن. ولی بعضی وقتا میگه استاد پیدا میکنید و این مطلب رو به سادگی و به راحتی به شما منتقل میکنه. قدر این اساتید رو باید دونست. درود بر شما. آقای مهدوی عزیز، لطفاً برای بیننده ها و کسایی که دوست دارن بدونن بفرمایید که شما تقریباً روزی چند ساعت در این مورد کار میکنید؟ من حداقل روزی 8-9 ساعت کار میکنم. یعنی الانم که در سفر هستم لوازم هم همراهم هست، تایمی پیدا میکنم حتما کار میکنم. اگر نتونم کار کنم مطالعه میکنم. همیشه از کوچکترین وقتم برای کار کردن استفاده میکنم، چون معتقدم آدمی عمرش اونقدر زیاد نیستش که بخواد اونو به بیهودگی بگذرونه، حتما باید استفاده کنم. آقای مهدوی، بین سبک و شیوه های مختلف هنری شما به کدوم یکی از سبک ها راغب تر هستید؟ سبک هنری ایران منظورتونه یا جهان؟ حالا هم ایران هم جهان استاد. خب توی سبک هنری که در ایران انجام میشده، خب نگارگری مکاتب گوناگون داره، یعنی شیوه های گوناگون داره، به دوره هایی تقسیم میشه که من بین این دوره ها دوره اصفهان و تبریز و هرات رو خیلی علاقه دارم. یک نیم نگاهی هم به هنر دوره سلجوقی دارم. در هنر جهان،
خب از لحاظ سبک ها و ریزه کاری ها مسلما سبک های کلاسیک یک هنرمند نگارگر رو بیشتر میتونه به خودش جذب کنه، ولی به صورت استثناء اگه بخوایم نگاه کنیم، من خیلی از هنرهای مدرن رو هم دنبال میکنم و علاقه مند هستم به اون ابستراکسیون، اون خلاصه کردن هایی که بعضی هنرمندها دارن، اون آنهای هنری که در کار خودشون میارن و میبینیم با چند تا تاش یک حرفی رو زده و اینها، اینا برای من خیلی جذاب هستن. و در سبک خودم که الان مشغول کار هستم یه جورایی اینا رو تلفیق کردم، یعنی بعضی نگارگری های منو که اون معرف سبک من هستن نگاه کنین، یک خلاصگی و سادگی توی اینها میبینید که کمک میکنه سوژه اصلی خودش رو خیلی بهتر نشون بده و با مخاطب ارتباط بهتر برقرار کنه. آقای مهدوی، اهل هنر صبر در یادگیری و آموزش رو یکی از بارزترین ویژگی های این هنر میدونن. نظر شما در این مورد چیه؟ 100%. اصلا شکیبایی نباشه که اصلا نمیشه کار کرد. یعنی بسیار هنرمند باید شکیبا باشه و یکی از شروط من اصلا برای هنرجوام همین هست. میخوان کار کنن، ما بیان ما کی به رنگ میرسیم، ما کی این کارو میکنیم، میگم مثلا شما نباید این حرف رو به زبون بیاری، شما باید به استاد اعتماد بکنی، صبور باشی، شکیبا باشی، بعد که کار میکنی متوجه میشی چقدر زمان به سرعت گذشت. ولی اگر آدم شکیبا نباشه نمیتونه مداومت داشته باشه در هنر خودش و پس از مدتی میبینی مثلا گذاشت کنار. شکیبا که باشه آدم به همه چی میرسه 100%. در هنر نگارگری به واسطه تکنیک های بسیار ظریفش و زمانبری که داره دیگه شکیبایی یکی از مهمترین ارکانش به شمار میاد، اصلا تربیت میکنه آدم ها رو یه جوری. آقای مهدوی، با توجه به زیرشاخه های هنر نگارگری لطفا بفهمید که چطور شد که به صورت حرفه‌ای و ویژه شما زرنگاری رو انتخاب کردید و ادامه دادید؟ زرنگاری در واقع تذهیب هستش، یعنی آرایه هایی هستش که جنبه تزئینی دارن و از قبل از اسلام اینها وجود داشتن که بیشتر شامل گیاهان و موتیف های گیاهی هستن که برای تزئین کتاب های معنویان اینها استفاده می شدن و کمتر صورت انسانی و اینها در اینها وجود داشته. من الان بیشتر حوزه کارم رو به سمت نگارگری سوق دادم، یعنی پرسوناش تو کارم اهمیت داره. زرنگاری یا تذهیب رو بیشتر برای تزئین البسه و فضای کارم استفاده میکنم و خب این به سبب خلاصه سازی ها این خیلی چیزیه که من خیلی جذبم میکنه. گردش ها، فضاهای دواری که وجود داره یه جورایی انگار با روح من عجینه، خودم خیلی علاقه دارم این رو و کار میکنم. بعد یک سازگاری وجود داشته باشه بین روحیه هنرمند و اون موتیف های و عناصری که داره توی کارش استفاده میکنه. آقای مهدوی، با توجه به گسترش شبکه های اجتماعی و بازدید آثار هنرمندان، به نظرتون هنر ایرانی میتونه با هنرهای مدرن ارتباط بگیره؟ 100%. یعنی ما در گذشته اگر یه هنرمند حرفه‌ای بود میخواست کارش دیده بشه، بعد مدت‌ها کار میکرد، بعد که کارا جمع بشه، بعد بره وقت نمایشگاه بگیره. خیلی اگر پر کار بود سالی یه بار بتونه یه نمایشگاه بذاره، در طی برگزاری نمایشگاه خیلی خوشبینانه مثلا 400-500 نفر بیان بازدید کنن و کارشو ببینن، حالا اگر هر هدفی از برگزاری نمایشگاه داشته اون برآورده بشه. ولی الان شبکه‌های مجازی مثلا مثل اینستاگرام یا فیسبوک یا فضاهای مشابه، به خود من بیشتر در اینستاگرام فعالیت دارم، اینها یه فضای نمایشگاه دائمی برای هنرمند به وجود میاره و بدون داشتن هیچ گونه مرزی و هیچ گونه سیاستی نمیتونه توش دخیل باشه، البته غیر از فیلترینگ اگر بخواد اعمال بشه. و از زمانی که من در فیسبوک ابتدا و بعد در اینستاگرام مشغول به فعالیت شدم، آثار خودم رو اونجا به اشتراک میذاشتم، یه دفعه متوجه این دنیای بزرگ مجازی و فضای هنری شدم. از تجربیات هنرمندان سایر کشورها به راحتی میتونستم استفاده کنم،
فیلم هاشون وجود داشت، تصاویرشون وجود داشت، با هم میتونستیم صحبت بکنیم، گپ بزنیم، تحلیل کنیم. بعد از همین جاها موقعیت های نمایشگاه های حضوری حتی پیش اومد، دعوت شدم، کشورهای مختلف رفتم اومدم و با هنرمندها حتی به صورت مستقیم، با کالکترهای هنری اینها به صورت مستقیم تونستم ارتباط برقرار کنم. خیلی راه خوبی رو گشود برای ما. و کسانی که حتی دنبال هنر هم هستن، اینها هم همینطور، اینها هم خب یه جایی هستش که دارن کاره هنرمندهای مختلف رو میبینن، ذوق و سلیقه خودشون رو میتونن پیدا کنن، میتونن با خود هنرمند به طور مستقیم ارتباط بگیرن. خب این اتفاقی که روزمره داره برای من اتفاق میفته، هم خودم یاد میگیرم و هم میتونم تجربیات خودم رو به دیگرانم منتقل بکنم. و در این ایام کرونا هم که خب همین فضا بود که به داده هنرمند ها رسید و میتونستن که آموزش حتی ببینن از طریق مجازی، و خب کسانی که سایر کشور رو هستن و اینها بود که یک سری فعالیت های مشترک حتی ما با هم دیگه انجام دادیم. یادم یه آقایی بودن در آمریکا که ایشون نویسنده بودن و تصویرسازی یک کتابشون رو به من سپردن، در صورتی که ما هیچ وقت از نزدیک هم دیگه رو ندیدیم، نه ملیتمون یکی بود، نه زبانمون یکی بود، نه هیچی، ولی خب حتی یه دوستی هم از این باقی مون. و امثال این اتفاقا زیاد پیش میاد. بسیار هم عالی. آقای مهدوی، رشد و پیشرفت سریع گرافیک و کامپیوتر در رشد یا عدم رشد هنر شما چه تأثیر داشته؟ من یه مقدار هنوز قدیمی هستم، یعنی سعی میکنم که خیلی با دست کار کنم، چون احساس میکنم کاری که با دست انجام میشه ارتباط بیواسطه روح هست که با بوم ارتباط برقرار میکنه و اون حس هنرمند رو خیلی بهتر میتونه منتقل بکنه روی کاغذ. حتی بعضی از اساتید از قدیم بودن که برای طراحی شأنیت بیشتری قائل بودن، چون میگفتن طراحی که از ابتدا با مداد به طور مستقیم یک هنرمند روی کاغذ کار میکنه، این خیلی روح به بالاتری داره، مثلا مثل طراحی های داوینچی رو شما میان نگاه کنید، تا اینکه بعد در مراحل بعد بیاد با رنگ روی اینها ساخت و پرداختی انجام بده، اون روح اولیه کار رو داره ازش کم میکنه. حالا کامپیوتر رو نمیدونم، هنرهای وابسته به اون، اینها یک همچین حالتی رو خواه ناخواه به وجود میارن، هرچند که به جای خودشون استفاده میشن. هنرمندان قدیم ایران هم از تکنولوژی ها و روش های پیشرفته زمان خودشون استفاده میکردن، ابزار اختراع میکردن، نمیدونم هر کاری که بتونن بهتر انجام بدن اون به اصطلاح اثر هنری خودشون رو. الان اگر هنرمند هوشمندانه یه جوری استفاده بکنه، مثلا تست رنگ خودش رو تو کامپیوتر انجام بده، طرحش رو توی کامپیوتر بذاره، با فتوشاپ رنگا رو بچینه، اون چیدمان رنگی که مد نظرش هست بهش برسه، بعد با خیال راحت اون کار رو روی کاغذ انجام بده، میشه از اینجور کارها کرد. ولی جنبه عرضم به حضورتون که گرافیکی به قول شما یا کامپیوتریش اگر بیش از حد بالا بره، به نظر من زیاد مقبول نیست. آقای مهدوی، به نظرتون سبک و شیوه های معاصر تونسته خللی در سبک و شیوه قدما وارد کنه؟ ببینید، در مکاتب هنری ایران، اگر همون مکاتب قدیم رو هم شما مطالعه بکنید، شیوه های قدیم رو هم شما ببینید، مثلا مکتب هرات بوده، بعد از مکتب هرات مکتب تبریز اول صفوی بوده، بعد از اون تبریز دوم بوده، نمیدونم قزوین بوده، مشهد بوده، اینا همه مکاتب دوره‌های قدیم هستن. ولی وقتی اینا رو میچینیم کنار هم دیگه، خواهید دید که یک خط سیری رو اینا دارن دنبال میکنن و یک سری خلاقیت ها و نوآوری ها مرتباً داره وارد حوزه نگارگری میشه و یک سری عناصر داره از اون خارج میشه و این اتفاق در دوره معاصر هم داره اتفاق میفته.
منتها آسیبی که همکنون متوجه نگارگران ایران هستش این هستش که یه مقداری برمیگردم به اون پرسش قبلتون که در رابطه با صبوری و شکیبایی صحبت میکردیم، یه مقداری صبوری ندارن، یه مقداری وقت نمیذارن مطالعه داشته باشن، بیشتر روی تکنیک تمرکز میکنن تا اینکه اون آگاهی خودشون رو در اون حوزه افزایش بدن. به نظر من اگر که این خلاقیت ها و نوآوری های امروزی بر پایه علم و دانش مناسب باشه، حتما عالی خواهد بود. یک نگاهی هم به شرایط اجتماعی و حتی سیاسی روز خودمون هم میتونیم داشته باشه و کارهای جدید رو خلق بکنیم. آقای مهدوی عزیز، آیا در هنر شما جایی برای خلاقیت یا سلیقه مختلف وجود داره؟ اصلا هنر اگر خلاقیت نداشته باشه که هنر نیستش. هنر خلق کردن، انشاء زیبایی هستش. اگر من بیام تکرار بکنم و اگر یک کاری رو بیام هی تکرار و تکرار و تکرار داشته باشم، کوینگیه از اون جنبه زیباییش به نظر من خیلی معنا نخواهد داشت. هر زمانی که من یک چیزی رو بیام توی ذهن خودم پالایش بدم، روش کار کنم و خروجی اون چیزی باشه که زائیده ذهن خودم باشه و افکار من رو بیان کنه، اون میشه یک هنر واقعی، با مخاطبم به راحتی ارتباط برقرار میکنه. حتی میخواد یک چیز خیلی ساده‌ای باشه که کشیده بشه یا حالا در حوزه هنرهای دیگه هم بیاد خلق بشه. استاد مهدوی عزیز، توصیه شما برای جوانایی که تازه میخوان وارد عرصه این هنر بشن چیه؟ خب فکر میکنم دوستان پاسخ خودشون رو در طی این سوالات گرفتن. اینها بعضی ها میان میپرسن، میگن که استعداد ما باید داشته باشیم. من خیلی رو استعداد تاکید ندارم، یعنی شاید کم اهمیت ترین چیز در حوزه هنر این باشه که شما خیلی روی استعدادتون تاکید بکنید، بیشتر از همه اشتیاق رو داشته باشید و بیشتر از اون پشتکار. این پشتکار خیلی مهم هست. اون اشتیاقی که شما داشته باشید باعث میشه که شما با پشتکار برید به طرف جلو و اصلا خودشون رو با کسی مقایسه نکنن که الان کس دیگری الان در قدم جلوتر قرار داره، اون داره بهتر کار میکنه. خودشون از خودشون لذت ببرن، از کاری که دارن انجام میبرن میدن حظ کافی داشته باشن و قدر این فرصت رو بدونن که در زندگیشون براشون پیش اومده. و وقتی نگاه میکنم اینا زمانی گذشته و اصلا اینها متوجه دنیای اطراف نبودن. این واقعا یکی از آورده های هنر هست که اگر کسی وارد حوزه هنر بشه حتما اونو تجربه میکنه. آقای مهدوی، جایگاه بانوان رو در هنر نگارگری ایرانی در حال حاضر چطور ارزیابی میکنید؟ الان ماشاءالله خانوما خیلی بیشتر از آقایون دارن کار میکنن، یعنی جمعه حجم هنرمندان اگر نگاه کنید میبینید که خانوم‌ها تعدادشون بسیار زیاد هست، خیلی دنبال هنر هستن. اون ممانعت هایی که در گذشته اگر برای اونها هم وجود داشته در حوزه هنر، الان دیگه خیلی یا نیست یا کمرنگ شده و میتونن فعالیت داشته باشن. و اون طبع ظریف خانوم ها، اون ملاحتی که در وجودشون هست، این خیلی کمک میکنه به شاعرانگی هنرشون. یعنی خب هنر در واقع یک شعری هست در زندگی که یک سری قوانین رو داره میشکنه، همجور که در شعر شما میبینید که ترتیب فعل و فاعل و نمیدونم مفعول به هم میریزه و یک آهنگی به وجود میاد که خیلی بهتر به دل میشینه، در هنر هم همین شعر داره به وجود میاد، حالا هر هنری که میخواد باشه باشه. و خانوم ها این زمینه رو خیلی دارن. فقط توصیه من به خانوم هایی که وارد هنر میشن این هستش که جسارتشون رو بالا ببرن، یه مقداری روحیه محافظه کاری در خانوم ها بیشتر از آقایان هست. اگر میخوان موفق بشن، نگران بازتاب هایی که از خلاقیت اینها میشه، نگران اینجور چیزا نباشن، کار رو انجام بدن. حالا یا کار بد میشه یا خوب میشه یا اتفاق خاصی نمیافته، اون تجربه رو باید انجام داد. استاد مهدوی عزیز، هنرمند خوب و خوشخلق ایرانی، از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و اجازه دادید که از تجربیاتتون استفاده کنیم
بی نهایت سپاسگزارم. امیدوارم در تمام مراحل زندگی شخصی و هنریتون همواره موفق، سربلند و تندرست باشید. مانا باشید و پایدار.